عاشق قلمه زنی گیاهات داخل آب هستین، دلتون میخواد علاوه بر رشد خود گیاه رشد ریشه هاشم ببینین؟ خب من امروز اینجام تا راه و روش قلمه زنی و نگهداری گیاهات داخل آب و براتون توضیح بدم. میدونم خیلیاتون عاشق اینین که گیاه و داخل آب تکثیر کنین و حتی یه سری از گیاه ها رو داخل آب کلن نگهداری کنین، چون بعضی وقتا به دکوراسیون خونه میاد، اصلا نگهداریش خیلی آسون تره چون دغدغه آبیاری نداریم و خب میدونم به هر دلیلی دلتون میخواد گیاه ها رو داخل آب نگهداری کنین و نگهداری گیاه ها داخل آب یکی متفاوت تره با نگهداری گیاه ها داخل خاک. شما میتونین اکثر گیاهای آپارتمانی رو داخل آب ریشه دار کنین، مثل زاموفیلیا، سانسبر یا پوتوس، هر گیاه دیگه. اما اگر بخواین برای همیشه از این گیاها نگهداری کنین، مثلا سانسبر یا زاموفیلیا اگر داخل آب باشن، خب پاجوشی که بهتون میده خیلی قوی نیستش، ممکنه رشد کنه، اما چیزی که داخل خاکه با چیزی که داخل آبه که کمی متفاوت تره. اما پوتوس جز اون گیاهایی که میبینم همه داخل آب ازش نگهداری میکنن و اونقدر تفاوت ظاهری نداره با وقتی که داخل خاک ازش نگهداری میشه. از اونجایی که میدونم خیلیاتون دوست دارین پوتوس رو داخل آب برای همیشه نگهداری، پس بیاین با هم یه پوتوس قلمه بزنیم. نکات قلمه زنی داخل آب براتون توضیح بدم، بعدش هم روش نگهداری همیشگی داخل آب براتون بگم. من قبلا چند تا پست خیلی کامل در مورد نکات قلمه زنی براتون گذاشتم، پس دیگه توضیح نمیدم و فقط بریم روی گیاه بهتون نشون بدم که روش قلمه زنی داخل آب چجوریه. فقط قبلش برای انرژی دادن به من و حمایت از من این ویدیو لایک کنین، برای کسایی که از گل و گیاه نگهداری میکنن هم بفرستین. خب مثل همیشه اولین کاری که باید انجام بدین اینه که یه گیاه سالم، بالغ و جوون انتخاب کنین. من این ساغر انتخاب میکنم و برگای خوبی داره، درگیر آفت و بیماری نیست. میام از این قسمت کلن جداش میکنم. اینم حواستون باشه از یه وسیله تیز و تمیز و استریل بعد استفاده کنین. این خیلی مهمه که آونده گیاه آسیب نبینه و درگیر بیماری نشه. خب اینو الان جدا کردم، میام این شکلی میتونم اوریب برش بزنم که سطحی که گیاه میخواد ریشه بده بیشتر باشه. حالا یه نکته اینجا هست، این قسمت های اضافی اصلا نباید بمونه، مخصوصا که گیاه داخل آبه. هیچی، حواستون باشه که اینا رو کامل جدا کنین. من اینجا به صورت اوریب برش میزنم چون این هیچ فایده ای برای گیاه نداره، ریشه که نمیده، فقط باعث میشه که اون قسمت اضافی داخل آب بمونه و گیاه درگیره، یعنی قلمه درگیر بیماری بشه. همین. حالا یه نکته که هست اینه که اگر میخواین مثلا دو تا بندو بذارین داخل آب، برگای پایینی حتما جدا کنین. مثلا اگر از اینجا بخواید گیاهو بذارین داخل آب و دو بند باشه، این برگ باید حذف بشه کلا. خب تا الان که قلمه زنمون هیچ فرقی نداشت با وقتی که میخواستیم داخل پلیت بذاریم، اما چیزی که الان برامون خیلی بیشتر از قبل مهمه اینه که انتهای قلمه حتما باید خشک بشه و پینه ببنده، چون الان میخوایم گیاهو داخل آب بذاریم اهمیت این موضوع دو برابر بیشتره. مثلا برای پوتوس باید بذاریم یک رو توی محیط خونه بمونه، کامل اون قسمت بریدگی خوش بشه، بعدش بذارید داخل آب. اما اگر بخواید سانسبر یا زاموفیلیا رو داخل آب میشه دار کنیم، بستگی به ضخامت ساقه و برگ، باید بذارید چند ساعت یا حتی چند روز تو محیط خونه بمونه، قسمت بریدگی خوش بشه. این موضوع رو حتما جدی بگیریم. خب الان قلمه ها آماده شدن، یه کمی انتهاشون پینه بست و الان چیزی که مهمه انتخاب آبیه که برای قلمه ها استفاده میکنیم. قلمه ها چون حساس هستن باید برشون از آب جوشیده سرد شده استفاده کنین. آب لوله کشی ممکنه قلمه هاتون رو خراب کنه، اینو حتما حواستون باشه. تو نگهداری گیاه ها داخل آب، آبیاری کلن حذف میشه دیگه و نگهداریش آسونه، اما چیزی که جایگزین آبیاری میشه اینه که حتما باید ظرف و قلمه هاتون تمیز باشه محیطش، یعنی هر 20 روز یه بار، یک ماه یه بار کامل ظرف رو بشورین با مایع و حتی قلمه ها رو هم یه کوچولو ریشه هاشو زیر آب بگیرین، زیر آب ولرم بگیرین که محیط قلمه ها همیشه تمیز باشه. اگر محیطش کثیف بشه، آلوده بشه، خیلی زود اون گیاه از بین میره. راستی اگر داخل آب قلمه هاتون یه تیکه زغال فعال بریزین، خیلی کمک میکنه که همیشه محیط آب ضد عفونی بشه
و قلمه ها و گیاهاتون درگیر بیماری نشن. قبلا براتون یه پست گذاشتم در مورد معجزات زغال. خیلی توضیح دادم و بهتون گفته بودم یکی از کاربرداش همینه که محیط قلمه ها رو ضد عفونی میکنه. حالا چیزی که الان خیلی مهمه اینه که این قلمه ها با کف ظرف برخورد نکنن. باید یه ظرفی انتخاب کنین که این شکلی باشه. وقتی قلمه رو داخلش میذارین همون قسمت بالا بمونه. یه همچین حالتی باشه. اگر قلمه بره کف ظرف به انتهاش بچسبه احتمال اینکه قلمتون خراب بشه خیلی زیاده. حالا برای اینکه قلمتون خراب نشه اینم همون زغال فعالی که گفتم میتونین یه مقداری بذارید داخل آب قلمه ها. و برسیم به چیزی که تو نگهداری قلمه ها داخل آب حرف اولو میزنه. اونم محیط نگهداری قلمه ها. محیطی که میخواین قلمه ها رو داخلش نگهدارین حتما باید خنک باشه. اگر محیط قلمه ها گرم بشه اون آبم گرم میشه، قلمه ها له میشن و خب اصلا نمیتونین گیاه ها رو داخل آب نگهداری کنین. اصلا دلیل این که من توی گلخونه گیاه داخل آب ندارم اینه که سر ظهر دما خیلی بالا میره و محیطش گرم میشه دیگه، این باعث میشه که قلمه ها له بشن. محیطی که میتونین گیاه ها رو داخل آب نگهداری کنین یا قلمه ها رو داخل آب نگهداری کنین که دمای بین 18 تا 22 درجه است. بیشتر از اون بشه احتمال اینکه قلمه ها خراب بشه خیلی زیاده. البته نوری که باید به قلمه ها و گیاه های داخل آب برسه نور خیلی زیادی نیست، چون اگر نور زیاد باشه باز آب گرم میشه و خب ممکنه که گیاه ها خراب بشن. یه محیط سایه براش خیلی خوبه. حالا وقتی قلمه ها ریشه دار شد ما دو تا حق انتخاب داریم. اولیش این که این قلمه ها رو بذاریم داخل خاک رشد کنه. دومین حالتش اینه که قلمه ها که ریشه زد بذارید همون شکلی داخل آب بمون و همیشگی داخل آب نگهداری کنیم. اگر راه اول انتخاب میکنیم حتما باید این کار رو زود انجام بدیم. مثلا وقت ریشه ها در حد 1-2 سانت شد بعد این کار انجام بدیم. اگر بیشتر توی آب بمونه ریشه هایی که میده متناسب با محیط آبه و اگر بخوایم منتقلش کنیم به خاک قطعا بیحال میشه. قبلا یه پست براتون گذاشتم در مورد این که اگر ریشه ها زیاد شد بعد چه کاری انجام بدیم. راه دوم اینه که کلا گیاهو داخل آب نگهداری کنیم. اگر بخوایم داخل آب نگهداری کنیم بعد یه سری کارم انجام بدیم. اولین نکته که قبلا بهتون گفتم بعد هر 20 روز یه بار یا یک ماه یه بار کامل کل ظرفو بشوین. اگرم دیدین زودتر آب قلمتون بو گرفت یا تغییر رنگ داد زودتر این کارو انجام بدید. این دیگه بستگی به محیط قلمه داره. و اما دومین نکته اینه که این قلمه داخل آب کش مواد مغذی نیست. پس از کجا مواد مغذی بیاره؟ باید ما حتما بهش کود بدیم. اگر کود هیدروپونیک استفاده کنیم که دیگه عالیه، سنگ تموم براش گذاشتیم. که میدونین دیگه کود هیدروپونیک دوتا استوکه با هم دیگه مخلوط میکنین و گیاهو داخلش میذارین. خیلی خوب جواب میده اگر دارین که حتما از کود هیدروپونیک استفاده کنین. و اما اگر ندارین جلبک درگیری آمینو اسید رو هر دو هفته یک بار باید روی برق اسپری کنین. خیلی مهمه یک بار جلبک درگیری اسپری کنین، یک بار آمینو اسید استفاده کنین. دیگه این بستگی به خودتون داره. اگر برگای گیاه کوچیک شده میتونین جلبک درگیری رو بیشتر استفاده کنین. مثلا دو بار جلبک بدین، یک بار آمینو اسید بدین. هیومی کسیف که اصلا احتیاج نیست چون اصلا گیاه داخل آب داره نگهداری میشه. هیومی کسیف فقط برای خاکه. میمونه یه فسفر، میمونه یه پتاس. میتونین یه در حد چند قطره خیلی خیلی رقیق یه مقداری داخل آب گیاه بریزین. میتونین یک بار فسفر بریزین بعد دوباره هیچی داخل آب گیاه نریزین، روی برگ اسپری کنین اما داخل آبش نریزین. مثلا یک ماه بعد یه مقدار خیلی رقیقی از کود پتاس بریزین، بعد دوباره بگذره یه مقدار رقیق از جلبک بریزین. این شکلی هم میتونین کوددهیش رو انجام بدین. البته که من ترجیح میدم برای گیاهی که داخل آب دارم نگهداری میکنم کود هیدروپونیک استفاده کنم. اینم از قلمه زدن و نگهداری گیاها داخل آب. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنید. من همیشه داخل کانالم از شرایط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.